سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 85 درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا و این جلسه آخر مبحث سلامتی عاطفیه که بیشتر از 2 سال با هم توی این مبحث بودیم و درباره اهمیت حرکت به طرف سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص رهبران و خادمین مسیحی با هم صحبت کردیم. این سفر 2 ساله برای خود من خیلی پربرکت بوده و امیدوارم برای شما عزیزانم پربرکت بوده باشه. اهمیت جدی گرفتن بلوغ و سلامتی عاطفی، همونطوری که در زندگی مسیحی میخواییم بلوغ و سلامتی روحانی و رشد روحانی رو جدی بگیریم، به همون اندازه هم باید بلوغ و سلامتی و رشد عاطفی رو در زندگی هر ایماندار مسیحی جدی بگیریم. و اگر با من تو این برنامه ها بوده باشید میدونید که من از 3 تا کتاب استفاده کردم توی این 2 سال در مبحث سلامتی عاطفی. هر 3 تا کتاب رو 1 نویسنده نوشته و که ایشون قبلا سالیان سال خدمت شبانی داشته در آمریکا. کتاب اولی که ازش درس دادم The Emotionally Healthy Church، کلیسایی که از نظر عاطفی سالمه، پیتر سکازرو نویسنده این کتاب هستش. کتاب دوم که ازش 1 سری فصل رو درس دادم Emotionally Healthy Spirituality، روحانیتی که از نظر عاطفی سالمه، معنویتی که از نظر عاطفی سالمه. و کتاب سوم و آخرمون تو این سری درس‌ها The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه. و خیلی نکته ها رو با همدیگه مطرح کردیم توی این 2 سال. شاید خیلی از اون نکته ها یادتون نباشه، شاید بعضی از اون نکته ها شما رو بیشتر از نکته های دیگه لمس کرده باشه یا به زندگی و خدمتتون ربط داشته باشه. این یه چیز مسلمه. تشویقتون میکنم که برگردید به درس های گذشته و روی این درس ها هممون باید تا آخر عمرمون وقت بذاریم. سلامتی عاطفی، بلوغ عاطفی مثل بلوغ و سلامتی روحانی، یک اتفاقی نیست که یه شبه بیفته یا بگیم بهش دیگه رسیدیم، تموم شد، یاد گرفتیم درسمون رو و دیگه نیازی به دوباره یادگیری و یادآوری نداریم. نه، تا آخرین لحظه زندگی و خدمتمون داریم رشد میکنیم، داریم حرکت میکنیم. بعضی وقتا 2 قدم میریم جلو، 3 قدم میریم عقب. بالا پایینی های روحانی، بالا پایینی های عاطفی تو زندگی اتفاق میفته، تو روابطمون، تو خدمتمون اتفاق میفته و باید دائم یادآوری کنیم به اون حقایقی که میتونه به ما کمک کنه توی رشد عاطفی، میتونه به ما کمک کنه که چه جاهایی باید اصلاح شیم، چه جاهایی باید عوض شیم، چه جاهایی کم میاریم و باید حرکت کنیم به طرف اون کمال در زندگی مسیحی. توی کتاب Emotionally Healthy Church من یادمه که بعضی از این نکته ها که خیلی منو لمس کرد، مثل نکته هایی که باید ریشه یابی کرد، باید به گذشته ها نگاه کرد و اون آسیب ها، اون نفوذ هایی که ما را از گذشته شکل داده و جاهایی که اون نفوذ ها منفی بوده، چطوری میشه جلوی اون نفوذ های منفی رو گرفت، چطوری باید اجازه بدیم شفای خداوند وارد شه توی آسیب ها و زخم هایی که در تاریخچه زندگی و تجربه‌مون دریافت کردیم، اون قبول کردن حد و حدودها و ظرفیت های زندگی، پذیرفتن شکستگی ها و به جای ماسک گذاشتن روی ضعف و شکستگی ها اجازه بدیم که فیض خدا در عمق اون شکستگی ها در ما و از طریق ما کار کنه. صحبت نگه داشتن سبت رو کردیم و اینکه چطوری لذت ببریم از رابطمون با خدا، از رابطمون با خانواده، از رابطمون در خلقت، چطوری سرعت زندگی رو یواش کنیم و غرق فعالیت و دوندگی نشیم و لذت ببریم از رابطه‌ای که با پدر آسمانی داریم. نکات خیلی زیادی رو مطرح کردیم، چطوری غصه بخوریم و گریه کنیم برای چیزایی که تو زندگی از دست دادیم و اجازه ندیم که اون چیزای ضربه هایی که خوردیم، اون اتفاقاتی که توی زندگی افتاده، اتفاقات منفی، زندگی ما رو پر از عقده و کینه بکنه. خیلی خیلی درسای دیگه داریم درباره تصمیم گیری، درباره کار تیمی و گروهی، درباره فعالیت های یک رهبر که سلامتی عاطفی رو جدی میگیره. من توی این 85 جلسه نمیدونم کدوم درس ها خیلی با قلب شما صحبت کرده، ولی فقط میخوام تشویقتون کنم که در جامعه فارسی زبان مسیحی، چه ایرانی چه افغان، خیلی مهمه که ما ارزش‌های سلامتی عاطفی رو توی زندگی خودمون، تو خدمت خودمون، تو خانواده خودمون، توی خدمت کلیساهامون خیلی جدی بگیریم. اینقدر غرق ظاهر نباشیم،
اینقدر توجه و تمرکزمون فقط به دوندگی ها و فعالیت ها و خدمت های بیرونی نباشه. نگاه کنیم که در درون خودمون داره چی میگذره، نگاه کنیم که در درون دیگران داره چی میگذره، نگاه کنیم به کیفیت روابط و دوستی ها. آیا شفافیت هست؟ آیا صمیمیت هست؟ آیا فروتنی هست؟ آیا شکستگی هست؟ آیا پذیرفتن واقعیت های تلخ هست؟ آیا بنا کردن و تشویق ها از عمق قلب به قلب دیگران داره وارد میشه؟ یا خیلی وقتا به خاطر دوندگی ها و فعالیت ها فقط روابط سطحیه، فقط روابط توی یک سری پروژه و کاره، ولی قلب ها از همدیگه دوره، تنهایی ها داره بیداد میکنه. پس این درس های سلامتی عاطفی تشویقم اینه که برگردید به این درس ها، گوش بدیم دائم. توی این سفر فکر نکنیم که دیگه تموم شد، دیگه این دیگه رسیدیم هممون به بلوغ و سلامتی و میتونیم حالا وارد مباحث دیگه بشیم، درس های دیگه بشیم و این درس ها رو فراموش کنیم. صحبت من اینه که این درس ها رو باید دائم یادآوری کنیم خودمون. هر روز وقتی کم میاریم توی یک برخورد سالم، توی خانوادهمون، توی خدمتمون، در جامعه، چطوری نگاه کنیم به این که در قلبمون داره چی میگذره، در احساساتمون داره چی میگذره، این عکس العمل هامون داره چه واقعیت هایی رو به ما نشون میده و چطوری باید اون عکس العمل های اشتباه، احساسات منفی رو بیاریم در حضور خدا و اجازه بدیم که مسیح اونها رو شفا بده، مسیح ما رو اصلاح کنه، مسیح ما رو بلند کنه، مسیح ما رو مجهز کنه. هدف من توی این برنامه ها یک هدف بوده و اونم جدی گرفتن سلامتی عاطفی، بلوغ عاطفی، پذیرفتن این که در درون داره چی میگذره و اینقدر نگران نباشیم که دیگران دارن چی میگن، اینقدر نگران نباشیم که بر طبق توقعات دیگران زندگی کنیم. تمرکز ما رو این باشه که من کی هستم، من رو خدا چطوری منحصر به فرد آفریده، حد و حدودهای من چیه، داستان زندگی من چیه، زخم‌ها و شکست‌های من چیه، پیروزی‌ها و موفقیت‌ها و استعدادهای من چیه، خوندگی من چیه، و زندگی خودم رو در حضور خدا ببینم در درجه اول، که من زندگی میکنم برای جلال خدا، من زندگی میکنم برای اینکه خودم لذت ببرم از رابطه با خدا و اجازه بدم اون خدایی که من رو برکت داده از طریق من برکتش در این دنیا و جامعه جاری بشه و میخوام اینطوری زندگی کنم و از زندگی خودم هم از خدمتم، از زندگیم، از روابطم هم برکت بگیرم، هم لذت ببرم و هم خودم رشد بکنم، هم اون آرامش و شادی مسیح رو، اون امید که کلام خدا دربارش صحبت میکنه، اونو واقعا تجربه بکنم و همونطوری که دارم به دیگران خدمت میکنم. چقدر از ماها تو خدمت خیلی حرفای قشنگ میزنیم ولی خودمون شاید اونا رو الان تجربه نمیکنیم به خاطر خستگی ها، به خاطر رعایت نکردن حد و حدودها، به خاطر اجازه ندادن که شفا به عمق شخصیت موارد شه، به خاطر اینکه داریم بر طبق برنامه ها و پروژه ها و توقعات دیگران زندگی می کنیم، به خاطر اینکه سبت رو احترام نذاشتیم و یواش نکردیم سرعت زندگیمون رو. پس تمام این صحبت ها هدفش اینه که واقعا از زندگی لذت ببریم، از رابطمون با خدا لذت ببریم، برکت بگیریم، همونطوری که خونده شدیم که برکت بدیم، شادی و امید و آرامش رو در خدمتمون به زندگی دیگران انتقال بدیم. این هدف من از این برنامه ها بوده، از این درس ها بوده. خودم خیلی یاد گرفتم، خودم خیلی برکت گرفتم، خودم دائم در حال توبه کردن و اصلاح شدن هستم و هنوز یک مسیر طولانی رو در پیش دارم و دعوتم برای شما عزیزان اینه که شما هم در این سفر به ما ملحق شید و با هم دیگه بنا کنیم کلیسای فارسی زبان رو، جایی که واقعا همه جامعه بگن که اینجا، این محیط کلیسای مسیحی محیط امنیه، من میتونم با واقعیت‌های خودم روبرو بشم و به طرف کمال در عیسی مسیح حرکت کنم. مرسی که تو این درس ها با من بودید. هفته آینده با هم وارد درس جدید و مبحث جدیدی میشیم. تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.